ببینم و بپسندم. آقای پور سرخ عزیز، من چند تا اسم شما خواهم گفت، شما صراحتا در موردش اظهار نظر. چقدر مونده برنامه تموم شه؟ سه چهار دقیقه. تو این سه چهار دقیقه میتونیم که اسمای خوبی رو بپرسیم و جواب بشنویم. 100726 نفر، گزینه یک وفا، گزینه دو صاحب دلان، 3-4-0-55. یک، صریح میگی؟ حتما. بهرام رادان، بازیگر با استعداد، موفق. من فکر میکنم که واقعا تو بچه های همسمسال هم دوره من یکی از کسایی هستم که از زحمت هایی که اون برای این نسل بازیگرا کشید خیلی استفاده کردم، چون بالاخره با فشارهای خیلی زیادی شروع کرد اون اوایلش اون داستانا، و خوشحالم که الان تو این جایگاه میبینم. اگه کوتاه‌تر بگی ممنون میشم. محمد رضا فروتن، خیلی دوستش دارم، خیلی بازیگر خوبیه، خیلی انسان دوست داشتنیه. از همینجا هم تسلیت میگم فوت مادر محترمشون رو و روی ماشینو میبوسم. محمد رضا گلزار، گلزار خیلی دوستش دارم، فوق العاده پسر محترمیه و مطمئنن اون تأثیری که از خانواده‌اش گرفته تو خودش هم نمایونه. خانواده خیلی دوست داشتنی و محترمی داره. خانم هانیه توسلی، خانم هانیه توسلی و من وفا باشون همبازی بودم. خانم باران کوسری، باران کوسری به جرأت و با افتخار یکی از بهترین همبازیای من بوده، حتی جایی که قرار نباشه مثلا ما با هم بازی باشیم از راهنمایی ایشون و حامد بهداد شاید نباشه استفاده میکنم. خواستم حامد بهداد رو بپرسم. حامد بهداد 20 معدن انرژی، فکر نمیکنم مثلا اگه یه روزی بخواد نقش، تنها نقشی که من فکر میکنم حامد بهداد بازی کنه و خراب کنه نقش آدم حسوده، چون هیچ حسادتی تو وجودش نیست. محمد حسین لطیفی، هرچی دارم واقعا از اون، مرسی از اعتمادی که به من کرد. اگه خوب بود یک جاهایی واقعا زحمت ایشون و بقیه بچه ها بود، بقیه دوستایی که به من انرژی دادن. اگر بد بود سعی میکنم تو چند سال آینده از این فرصت استفاده کنم. آخرین اسم، ابراهیم حاتمی کیا. من آژانس شیشه‌ای ایشون جزو فکر میکنم از اون فیلم هایی که همیشه میتونم ببینم، هر موقع هم تو خلوت خودم میبینم، تا چندین روز حتی تحت تاثیر بی نظیر بود. یه اسم جا انداختم، خانم مریلا زارعی، دنیای هر کس اندازه وسعت فکر اونه، سعید نفیسی میگه. خانم زارعی فوق العاده آدم باهوشی هستن، کاش که یه مقدار همچین منطقی تر برخورد کنم با قضايا. و من فوق العاده برنامه ایشونو دیدم، شب شیشه یو دیدم، فوق العاده لذت بردم، خیلی خوشحال بودم که خیلی منطقی موجه، دوستشون دارم، فیلماشون هم دیدم، بازم خواهم دید. حالا میخوای من نظرم راجع به این گفتگو بگم؟ بفرمایید. برات مهم مثلا؟ البته. من فکر میکنم که پوریا پورسرخ در این مصاحبه بیش از اندازه‌ای که انتظار داشتم مثبت حرف زد. تعمدی بود نه؟ ببینین، شاید در مورد دو تا اسم آره، ولی بقیه فقط در مورد اسما نمیگم، در طول مصاحبه در پوریا پورسرخ سعی کرد که خودش رو خیلی مهربون و خیلی دوست با همه اهالی سینما. پوریا پورسرخ نه تنها خیلی مهربونه، مطمئن باشید خیلی آدم دوست داشتنی هم هست، خیلی، به خاطر که افتخارم اینه هیچ وقت کسی اذیت نمیکنم. الهی شکر، ان شاءالله که هیچ کسی هم تو رو هیچ وقت اذیت نکنه. مثل شما که اصلا نکردین، من خیلی ممنونم. خیلی خوشحالم اون ذهنیتی که قبل اینکه بیام تا الان شکست. الان اصلاح شد؟ آره.